Alors, en fait, la tête qui sera à vivre. در جلسه قبل آموزش دیدیم که طریقه بار و طریقه ضربه زدن همه را آموزش دیدید. امروز ضربه فرانکی که میخوام به شما آموزش بدم، در همون گاردی که بهتون گفتم پاشین که حالی بودی که روی خط باشه و گارد ها رو صورت چه شکلی باشه، شونه ها رو جلو باشه و وقتی ضربه فرانکی رو ما میخوام بزنیم پای جلو رو گفتم همون جایی که نوک پا قرار بگیره با رقص پای من پامون رو از رو زمین برمیداریم 45 درجه با چرخش رو به جلو حمله میکنیم که لگر ما کاملا چرخیده باشه، زانو ما تا حد شکم خیلی به این راحت جمع میشه و ضربه رو به جلو پوش میکنیم. ضربه فرانکی اصل این تکنیک به اینه که اولی که ما زانو و مفاصلمون نباید قفل کنیم. تو رشته‌های تکواندو و کاراته کیوکوشین میگن که صدای شلوار حتما باید بیاد، حالا نمیدونم به چه دلیل، ولی نظر من اینه که این نظر شخصی منه که میگم که زانو ما نباید آسیب ببینه، نباید پف کنیم حتما و حتما باید رو به جلو حمله کنیم که قدرت بگیر ضربمون و زانو تا حد شکم ما به بالا و ضربه رو به بالا زده نشه، خب انرژی ما رو به جلو زده بشه به این شکل که لگن ما یه ذره درگیر بشه. اصل این تکنیک به اینه که لگن ما حتما درگیر بشه و ضربه با پنجه با سینه بابا با همون گل بابا از ضربه زده بشه. یعنی اگه شما پای چپتون رو بذارید جلو و پاشنه پاتون رو بردارید، زانو شما باید صاف باشه، انگوشه تمام انگوشه رو باید بردارید، اون جایی که رو زمینه یعنی گل پا یا همون سینه پا با ضربه زده بشه. خب بریم برای ضربه فرانکی با پای جلو. تو همون گاردی که وایسادی با همون رقصایی که در انجام میدی، وقتی میخوام پای عقب بزنم پای جلو رو 45 درجه میچرخونم، دارو صاف بدن شونه ها رو به جلو، دارو تا حد شکم بالا و ضربه زده میشه. با گل پای با همون سینه پا. حالا برعکس. با همون رقصایی که داریم پای زیر رو 45 درجه میچرخونیم، دارو رو بالا و ضربه با لگن زده میشه رو به جلو. این صورت. انرژی پای شما گفتم اصلش اینه که روی جلو باشه، نه روی بالا، به این صورت نباشه روی بالا زده بشه یا کشیده نشه روی بدن حریف، حتما باید ضربه روی جلو رو